شب 14 آبان 1378، قائم شهر، گلستان جاوید، اسمی که بهایی ها به قبرستان هایشان میدهند. اولین کاری که همیشه میکنن قبرستون ها رو مورد هجوم قرار میدن، یعنی قبرها رو خراب میکنن، در میارن، اصلا آتش میزنن. از هنگام انقلاب اسلامی به این طرف در ایران مرده های بهایی ها هم آسایش ندارن. امروز تمام اعضای شورای رهبری جامعه بهایی در زندان هستند. مسئله این است که اینها عنوان میکنن ما بهایی هستیم، حاضرم نیستیم که دینمون عوض بکنیم. بهایی ها بزرگترین اقلیت دینی کشور چه کسانی هستند و چرا در ایران با آنها اینطور رفتار می شود؟ در سالهای دبیرستان در تهران یکی از دوستان خوب من بهایی بود. البته الان سالهاست که ارتباط قطع شده و من نمیدونم که این دوست و خانوادش کجا هستند. اما هر وقت که صحبت از آزار و اذیت بهایی ها میشه من بی اختیار به یاد او میفتم و اینکه او و خانوادش این روزها کجا هستند. آزار و اذیت بهایی ها این روزها به بالاترین سطحش از سالهای اول انقلاب به این طرف رسیده. امروز آمدیم به شهر بندری حیفا در شمال اسرائیل. سری بزنیم به اینجا، مرکز جهانی بهایی ها. بلکه بهایی ها رو بهتر بشناسیم، ببینیم که اینجا در اسرائیل چه میکنن و چرا در ایران تا این حد مورد آزار و اذیت هستند. ای بلبلان، ای بلبلان، معشوق رخ بنمودیان، ای طالبان، ای طالبان. بزرگداشت سالروز تولد بهاءالله پیامبر بهایی ها در کنار مزار او در باغ بهچی نزدیکی حیفا. بازار جمله عاشقان. این قبله نزدیک به 6 میلیون بهایی است که بهایی ها میگویند در گوشه و کنار دنیا به دیانت بهایی روی آوردند. امروز زائران بهایی دور آرامگاه بهاءالله در سکوت طواف میکنند. دعای آنها رفع اذیت و آزار همکیشانشان در ایران. آنچه که این افراد را به بهاییت جذب کرده اعتقاد به خدای واحد، جهان بعد از مرگ، وحدت جوامع بشری، اصولی نه چندان متفاوت با اصول ادیان الهی دیگر. یه شخص بهایی ایمان به همه پیغمبرهای خدا داره، حضرت مسیح، حضرت محمد، حضرت موسی، ولی تنها فرقش این است که بهایی ایمان دارن که حضرت بهاءالله برای امروز اومده. بعضی دیگر از اصول اعتقادی بهایی ها وحدت ادیان، تأکید بر تعلیم و تربیت کودکان، تساوی زن و مرد، بی نیازی به روحانیون. بهاییت خوبیش به اینه که آدم میتونه خودش تحقیق بکنه، جستجو کنه و در سنی که مشخص شده 15 سالگی میتونه انتخاب کنه که آیا میخواد بهایی باشه نشه. مرکز جهانی بهایی ها در حیفا باغ زیبایی است دور آرامگاه های رهبران دیانت بهایی و چند ساختمان و از جمله ساختمان بیت العدل، بالاترین مرکز اداری دیانت بهایی. چند خیابان آن طرفتر به دیدن آلبرت لینکلن رفتم که دبیر کل جامعه بهایی هاست. او میگوید مرکز جهانی بهایی ها ده ها سال قبل از ایجاد کشور اسرائیل و به خواست بهاءالله بنا شد که اینجا در تبعید زندگی میکرد. بهاءالله به دستور رهبران جهان اسلام به اینجا تبعید شد. اینجا زندانی شد، اینجا فوت کرد و اینجا به خاک سپرده شد. میخوان ما چه کنیم؟ بقایای رهبر دینمون رو از زیر خاک در بیاریم و جای دیگه ای دفن کنیم؟
از او پرسیدم مخالفان میگویند بهایی ها از دولت اسرائیل دستور میگیرند. رابطه ما با دولت اسرائیل رابطه یک سازمان بین‌المللیه که در چارچوب حاکمیت یک دولت مستقل فعالیت میکنه با همه خصوصیات ارتباطی با احترام متقابل و نه بیشتر از اون. مقام های اسرائیل در کار مرکز جهانی بهائی ها دخالت نمی کنند. به ما دستور نمی دن که چه کنیم و لطف خاصی هم به ما ندارن، ولی ما را اذیت هم نمی کنند. آغاز تاریخ بهائیت به دوره قاجار برمی گردد. ایران دچار فقر و عقب ماندگی و بی عدالتی، هنگامی که روس و انگلیس سایه سنگینی بر کشور داشتند. هنگامی که خیلی ها سرخورده از وضع موجود، حکومت و روحانیون به دنبال کسی میگشتن که نجاتشان دهد. از همون زمان مسئله ظهور آمدن ناجی به شدت مطرح بود. ما طویله های امام زمان داریم که همیشه 24 ساعت دو اسب سفید حاضر آماده و یراق شده آماده بودند که هرگاه امام آمدند آماده باشند و این اسبا در خدمت ایشون باشند. در این میان یک بازاری در شیراز به نام علی محمد شیرازی که بعدها باب لقب گرفت ادعا کرد امام 12 امام غائب شیعیان همان اوست. ادعایی که خشم روحانیان را برانگیخت که او و ادعایش را تعرضی به اسلام شیعه تلقی کردند، به خصوص که او بشارت هم داده بود که پیامبری تازه در راه است. وقتی که باب در صحنه حاضر شد تنها اهل کلاه نبودند که به دنبال ایشون رفتن، از اهل عبا هم بسیاری کسان بودند که در حقیقت وضعیت آن زمانی روحانیت رو نمیپذیرفتن. نمونه‌ای به دست بدم، ما در اصفهان یه حجت الاسلام شفتی داشتیم اون موقع، برای خودش برج و بارویی داشت در اصفهان، قمدار داشت، چاقوکش داشت، اوباش داشت و اصلا اصفهان رو به طور کلی آورده بود زیر بلیط خودش. اصلا حکومت مرکزی رو بر نمیتافت، وقعی نمیذاشت به حکومت محمد علی شاه قاجار. یه همچون بستری من میخوام بگم که از اهل عبا هم بودند کسانی که این وضعیت رو قبول نداشتن و دنبال سید علی محمد باب رفتن، تنها اهل کلا نبودن. از این هنگام به بعد تاریخ بابی ها و بعدها بهایی ها در ایران روز شماریست از آزار و اذیت، سرکوب، شکنجه و اعدام. باب را 6 بعد دولت ناصرالدین شاه به درخواست علما تیرباران کرد. اینجا در میدان سربازخانه تبریز. اما اعدام او هم نتوانست به این جنبش خاتمه دهد. این تصویریست نادر از میرزا حسین علی نوری که بعدها بهاءالله لقب گرفت. او حدود 10 بعد از اعدام باب ادعا کرد که همان پیامبریست که باب بشارتش را داده بود. این دیگر برای روحانیون شیعه قابل تحمل نبود. حالا صحبت از پیدایش دین تازه‌ای بود بعد از اسلام، چیزی که تا امروز برای روحانیون شیعه قابل قبول نیست، حتی برای روحانیون آزاداندیش. مسلمان ها معتقد هستند که بعد از پیامبرشون محمد ابن عبدالله صلوات الله علیه پیامبری نیست. خب یک نفر پیدا شده میگه من هستم، من پیامبر هستم. خب مشخص است که مسلمان ها انتقاد دارن نسبت به اونها. هاکذا شیعیان در مورد بحث مهدویت اعتقادات ویژه‌ای دارن. مدعیات باب خلاف ادعای شیعیان هم هست. بنابراین از هر دو زاویه اینها مورد انتقاد واقع شدن. مسیحیت میگه من مشکلی با آیین موسی ندارم، با یهودیت ندارم، مشکل من آن چیز که بعد از مسیحیت میاد. اسلام میگه من با آیین موسی، آیین عیسی مشکلی ندارم، ولی مشکل من با آیین و عقایدی است که بعد از پیامبر اسلام میاد. بنابراین تمام آیین و ادیان جهانی این مشکل رو دارن که آنچه که بعد از آنها میاد همیشه دست برده بیگانه، ساخته حکیم و از این دست میدونه. بهاءالله خیلی زود ناچار به ترک ایران شد و
بالاخره بعد از سالها در تبعید از سوی دولت عثمانی به زندانی در عکا فرستاده شد. 142 سال پیش دولت عثمانی به دعوت دولت ایران بهاءالله رو به اینجا تبعید کرد. با کشتی وارد اینجا شد. قلعه عکا، محل مخوف‌ترین و دوردست‌ترین زندان‌های دولت عثمانی. امیدوار بودند که با تبعید بهاءالله به اینجا جنبش بهائی‌ها را در ایران خاموش کنند. اینجا اولین نقطه تماس بهائی‌هاست با سرزمینی که 80-90 سال بعد اسرائیل نام گرفت. بهاءالله بیش از 2 سال اینجا در زندان عکا محبوس بود. 7 سال در چند خانه در قسمت قدیمی شهر در حبس خانگی. این اولین بار است که دوربین تلویزیون به این خانه راه پیدا کرده. در پی آزادی بهاءالله تا آخر عمرش اینجا در این خانه زندگی کرد. از همینجا بود که او جنبش بهایی ها را در ایران هدایت میکرد. افراد مختلفی از ایران با مشقات و مشکلات خیلی زیاد از راه بیروت و پای پیاده می آمدند و به حضور حضرت بهاءالله می رسیدند. ایشون که مقام رهبری دیانت بهایی رو داشتند و پیامبر ما بودند، از اکثریت پیروانشون که در ایران بودند در اون وقت به دور بودند و این افراد بودند که در واقع واسطه بین حضرت بهاءالله و پیروان در ایران بودند. این خانه امروز موزه‌ای برای زائران و علاقه‌مندان. یکی از فرمان‌ها رو می‌بینید که ناصرالدین شاه به عموش مهدی قلی میرزا دستور میده که در قلع و قمع بابی‌ها بکوشن که ریشه اونها از عالم برداشته بشه. خب اینجا سالن اصلی هست و اتاق‌های مختلفی که شما اینجا می‌بینید محل زندگی خانواده حضرت بهاءالله بوده. زائرین که می‌آمدند سال‌های بعد در اینجا اقامت می‌کردند. اینجا تصویری از عبدالبها، فرزند بزرگ بهاءالله که بعد از درگذشت پدرش رهبری جامعه بهایی را به دست گرفت. و این تصویری از مراسم اعطای لقب سر از سوی دولت بریتانیا به عبدالبها در حیفا. تصویری جنجالی از نقطه نظر مخالفان بهایی ها که آن را نشانی از سرسپردگی او به بریتانیا می دانند. اینجا عبدالبها کمی بعد از آزادیش از زندان عثمانی ها در نیویورک آمریکا. این فیلمیست نادر از سفر او به غرب 100 سال پیش. اولین قدم ها برای تبدیل یک فرقه مذهبی ایرانی به یک دین جهانی و جذب پیروان تازه از میان مسیحی ها، کلمی ها و دیگران. اوج بابی کشی که ما داشتیم در نیمه دوم قرن 19 با پایان قرن فروکش میکنه. بسیاری از اینا اهل تقیه میشن، در حقیقت پنهان میکنن خودشونو، آرای خودشونو. بسیاری از اینها از کشور خارج میشن، به امپراتوری عثمانی، امپراتوری تزاری میرن و آنهایی هم که هستن در حقیقت تلاش میکنن که از سیاست پرهیز کنن و در حقیقت پهنه امن رو برای خودشون انتخاب کنن. برای بهایی ها دوران رضا شاه دوران آرامش نسبی و حتی شکوفایی بود. با کاهش نفوذ روحانیون بهایی ها حتی اجازه پیدا کردند که مدارس خاص خودشان را برپا کنند. اما چند سال بعد ایران دستخوش رویارویی مصدق و محمد رضا شاه، رویدادی که شاه تضعیف شده را ناچار کرد برای استحکام قدرتش به روحانیون اتکا کند. بار دیگر هجوم به بهایی ها. اینجا سخنرانی حجت الاسلام محمد تقی فلسفی از رادیو تهران. حمله و تخریب مرکز بهایی ها در تهران به تشویق او و روحانیون دیگر و کمک ارتش. در همین دوران بود که جمعیت مخفی حجتیه از فعالان مسلمان تندرو فعالیتش را با هدف مبارزه با بهایی ها با چراغ سبز شاه آغاز کرد.
در واشنگتن به دیدار احمد صدری رفتم، از کسانی که از نزدیک با این گروه آشنا بود، گروهی که خیلی ها آن را مسئول وحشیانه ترین حملات علیه بهایی ها می دانند، اگرچه او نظر دیگری دارد. هدف اصلی تشکیل این جمعیت که توسط یک فردی به نام شیخ محمود تولایی، معروف به شیخ محمود حلبی، ایجاد شد، مبارزه علمی و مناظره منطقی با بهاییان بود و این پاسخی بود که در واقع میشه گفتش که به طور نهادینه جامعه تشیع به این تبلیغ بسیار وسیع و بسیار تهاجمی که از سوی بهایی ها داشت در اون زمان میشد داده. اما خب در ایران این تصور هست که همه آزار و اذیت ها، حملاتی که به بهایی ها، خونه هاشون، اماکن مقدسشون میشه، کار انجمن حجتیه است. در واقع اصلا این صحت نداره. از ابتدا شیخ محمود حلبی، و این رو من با یک واسطه نقل میکنم، رسما گفتش که من با آجر کردن نون مردم مخالفم و راه مبارزه با بهاییت این نیست که اینها دارن انجام میدن، با حرف، با استدلال، با منطق از راه مبارزه با چماق و آدم کشتن و اخراج و اینها نمیشه وارد شد. انقلاب اسلامی، این بار روحانیون در قدرت مطلق، واقعی نه چندان نوید بخش برای بهایی ها که نگران بودند حالا دیگر کسی جلودار روحانیون شیعه نیست. امیر عباس هویدا، نخست وزیر شاه، که بسیاری معتقد بودند بهاییست، در راهروی دادگاهی که برایش تشکیل شده بود از پشت سر هدف گلوله یک روحانی قرار گرفت و به قتل رسید. تحقیقات بعدی نشان داد که او در واقع بهایی نبود. ما خودمون میگیم سالهای وحشت، حتی به مرده هم رحم نمی کردن. یه قبرستونی هست که سالها بوده، اینو خوب خراب کردن، همه رو خراب کردن، توش فرهنگ سرا ساختن. جعبه هایی که مرده ها توش بودن، اینا رو همه رو در ورده بودن و تو سرای افسریه رو هم تلمبار بود. دادگاه های انقلاب هزاران نفر را در این سالها به جوخه های اعدام سپردند و از جمله بیش از 200 بهایی را. اینجا محاکمه یک گروه از کمونیست‌ها، حسین لاجوردی دادستان و آیت الله محمدی گیلانی حاکم شهر. دادگاه های انقلاب چند گروه از رهبران بهایی را یکی بعد از دیگری به جوخه‌های اعدام سپردند، به گفته آیت الله گیلانی به جرم جاسوسی برای اسرائیل. ابوالحسن بنی سعد در دو سال اول بعد از انقلاب عضو شورای انقلاب و رئیس جمهور بود. شما احساس مسئولیت میکنید؟ اون موقع به هر حال رئیس جمهور بودید. من این مسئله رو در شورای انقلاب طرح کردم که اینا حقوق انسان ذاتی اوست و تقدم داره بر طرز فکر او آدمی. نمیشه باید از انسانی رو از حقوق ذاتیش محروم کرد به این دلیل که رفته بهایی شده. شورای انقلاب هم تصویب کرد که اینها از این بتونن کارشون داشته باشند و بچه هاشون مدرسه برن، زندگی عادشون داشته باشند. خب چرا اجرا نشد؟ جواب این که در این گونه موارد مراجعه میشد به آقای خمینی، به محضی که از او تجویز میگرفتن دیگه اعتنا به رأی شورای انقلاب نمیکردن. شما میگید آقای خمینی مستقیما دستور سرکوب بهائی رو میدادن؟ قطعا، والله غیر از این ممکن نبود که دستور شورای انقلاب رعایت نشود. در شیراز عده‌ای با کلنگ به این خانه حمله کردند. خانه تاریخی در یکی از محلات قدیمی شهر، خانه باب، یکی از مقدس‌ترین اماکن جامعه بهائی. باز هم در شیراز. تقریباً 4 سال بعد از انقلاب 22 بهایی و از جمله این 10 زن معلمان کودکان بهایی شهر در زندان به طناب دار آویخته شدند. به آنها گفته شده بود بین اسلام و اعدام یکی را انتخاب کنند. به
بعد از این اعدام ها حاکم شهر شیراز از بهائی ها خواست به قول او به دامن اسلام برگردند. به نظر من اگه توجه بین المللی به این مسئله نمی شده، بهائیان در حقیقت در خطر قتل عام میتونستن باشن در دهه 60. این رفتار بی سابقه نیست؟ بهائی‌ها امروز هیچ حقی در قانون در ایران ندارن، حق اشتغال ندارن، بچه‌هاشون حق تحصیلات عالی هم ندارن. در حقیقت هیچ کشوری رو نمیتونیم در خاورمیانه پیدا کنیم که قابل مقایسه باشه با رفتار ایران. در هیچ کشوری از عربستان تا مصر گرفته و پاکستان حقوق شهروندیشون نقض نمیشه. میگه تو نجس هستی. از زندانیان بهایی خواسته میشد که کتباً بنویسند که به اسلام رو آوردند تا آزاد شوند. ذبیح الله محرمی در زندان یزد هم با این مشکل روبرو بود. اینجا در یک ویدیوی خصوصی هنگام مرخصی 24 ساعته در خانه قبل از فوتش در زندان در شرایطی نه چندان روشن. چند مرتبه به من میگفتن که این نامه ما را زیرش امضا کن، صاف برو خونه. مستقیما از همینجا برو خونه دیگه. گفتم خدا شاهده همین الان منو به این میله ها آویزون کنی، نامه شما رو امضا نمیکنم. اینجا جلسه ای از بهائی های واشنگتن، دعا برای آخرین گروه رهبری جامعه بهائی ها در ایران که امروز بیش از 2 سال است که در زندان هستند. به همان اتهام قدیمی که صدها بهائی پیش از آنها طی 31 سال گذشته به بند افتادند. اتهام جاسوسی برای اسرائیل و اقدام علیه امنیت کشور. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل که وکالت رهبران بهائی در بند را به عهده گرفته بود، پرونده آنها را خوانده. اگر این پرونده به وسیله یک قاضی بی‌طرف در زمینه کیفرخواست، یعنی چه دلیلی برای جاسوسی دارید برای آمریکا، چه دلیلی برای جاسوسی دارید برای اسرائیل و اینها چه کار کردند که اقدام علیه امنیت ملی تلقی شده، هیچ دلیلی نیست. ما در خانم عبادی زیر هجوم حملات روزنامه‌های طرفدار دولت که او را بهایی معرفی کرده بودند، از آیت الله حسین علی منتظری استفتا کرد. کسی که قبل از فوتش به نظر خیلی‌ها بالاترین مقام فقه شیعه در ایران بود. ازشون سوال کردم آیا یک وکیل مسلمان حق دارد از یک بهایی که متهم است به جاسوسی و اقدام علیه امنیت دفاع بکند یا خیر؟ و ایشان صراحتاً گفتند که می توانی دفاع بکنی و حتی تاکید کردند اگر علم داری که اینها بی گناه هستند وظیفت که دفاع بکنی. این رو به خط خودشون دارید شما؟ بله. قبل از فوتش اخیراً آیت الله منتظری فتوای دیگری هم داد که در آن بهایی ها را صاحب حق آب و گل دانست و دارای حقوق شهروندی. ایشون در سال 1187 در پی سوالاتی که از ایشون شد دو پاسخ دادن. یک پاسخ اولیه بود، بعد تقاضای تشریح بیشتر شد، پاسخ ثانویه‌ای هم دادن. در پاسخ اولشون این بود که اینها از حق شهروندی برخوردارند اولاً و میباید مورد رأفت اسلامی قرار بگیرند ثانیاً، و این یک فتح بابی بود در فقه شیعه که میتوان ایشون استنادشون به قرآن کریم بود، استنادشون به نهج البلاغه بود که بالاخره مردم دیگر یا همدین تو هستند یا هم نوع تو هستند و بنابراین بهائی ها هم نوع ما هستند و باید با اونها مانند دیگر انسان ها از آن حیث که انسانند با حقوق انسانی رفتار شوند. اما این فتوا هم ظاهراً برای نمایندگان دولت ایران کافی نیست که همچنان بهائی ها را مستحق پایه‌ترین حقوق شهروندی هم نمی‌دانند. اینجا جلسه ماه فوریه شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو. بهائی‌ها در تهران به این علت تحت تعقیبند که به فعالیت‌های فرقه‌ای مشغول هستند، فعالیت‌هایی که با حقوق اولیه مردم در تناقض قرار دارند. در
در همین حال در حیفا در مرکز جهانی بهایی ها روز تولد باب است. زائران بهایی امروز بر دور آرامگاه باب طواف می کنند در سکوت، نگران از آنچه که بر همکیشانشان در ایران می گذرد. دیگه پذیرفتیم همه اینا، ایران خونمونه. میدونیم که یه روز ایران خیلی خوب میشه، خوب میشه. اینا مقطعیه، مثل بارون که میگیره، وقتی بارون میگیره شدت بارون خیلی زیاده، حالا یکی چرت داره زیر چرت کمتر خیس میشه، یکی خیس میشه، یا بالاخره بارون به همه میخوره. الان مردم ایران همه دچار مشکلاته، تنها ما نیستیم، ولی ما فقط حرفمون اینه که اونا حداقل یه حقوقی دارن، یه حقی دارن. آنهایی هم که حقی داشتند اغلب سکوت کردند. تنها در سالهای اخیر است که صداهای بیشتری در حمایت از بهایی‌ها در ایران شنیده می شود. سال گذشته گروه بزرگی از روشنفکران ایرانی در نامه‌ای به جامعه بهایی از آنچه که در 160 سال گذشته بر آنها رفته ابراز شرمساری کردند. آنها می گویند ما عذرخواهی بزرگی به هموطنان بهایی‌مان بدهکاریم.